سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. وردی پی هستم، خوش اومدید به پارت هفتم بازی استریمر دیلی. از اونجایی که استقبال زیادی ازش دارید میکنید و خیلی ازم میخواید که گیم پلی بیشتری ازش بذارم، منم گیم پلی زیادی میخوام از این بازی بذارم و احتمالاً تا آخرش میرم. بچه‌ها لطفاً اگه جدید هستید تو کانال من و ویدیو رو دارید تماشا میکنید، حتما منو سابسکرایب کنید و اگه ویدیو خوشتون اومد لایکشون کنید لطفاً. نظراتتون هم راجع به ویدیو و گیم پلی و کل کارهایی که دارم تو کانال انجام میدم تو کامنت ها برام بنویسید. تمام کامنت ها رو میخونم و همه شون رو جواب میدم. پیج اینستاگرام منم هم دقیقا به همین اسم، کانال بردی ال پی تو اینستاگرام هست، میتونید اونم فالو داشته باشید و مطلع بشید که چه کارهایی در آینده میخوام انجام بدم. به دوستای جدیدی هم که وارد کانالم شدن خوش اومد خیلی زیادی میگم، بهتون قول میدم که کیفیت همه چی تا هفته آینده خیلی بیشتر از این حرفا میشه. بریم ببینیم داستان پارت هفتم چی قراره باشه. خب تصمیمی که گرفتم قبل از رکورد این ویدیو اینه که تو این پارت یه ذره بریم استریم کنیم و بریم خونه جدیدمون رو بخریم. یه راست میرم سر کامپیوتر، اگه مقاومت نکنه مانیتورم. البته این میکروفونم هم مثل اینکه این چند وقت که نبودیم یکی چرخونده زره. خب یه مشکلی الان واسمو پیش اومده بود، همین الان دیدم که نیدز 1%، باید برم یه چیزی بخورم برگردم دیگه. این پوستره هم چسبوندیم روی در، نمیذاره بریم بیرون. نبذارم اینش اون بر اول فیل نیدز ایت ات هوم. این زیاد شبیه ایت نبود، بیشتر انگار سیفون رو کشید. خب انرژیمون هم کم شد، یه انرژی هم بگیریم برگردیم. به 9 ساعت خواب کامل نیاز دارم. دوباره نیدز اومد پایین، یه نیدز دیگه هم بگیرم، یه دستشویی ریز دیگه برم برگردم. خب هپینس هم فعلا اوکیه، بریم بشینیم ببینیم چه خبره اینجا. دی 3 شد، یه روزم گذشت، الان میتونیم یه استریم دیگه بذاریم. قبل از شروع هر استریمی یه موزیک خوب پلی کنید بچه ها. این از من به شما نصیحت، حتما با این موزیک ملوی یه چیز باحالی چیزی. خب پدر ایمیل زده که میگه اگه میخوای به این استریم کردنت به صورت جدی ادامه بدی باید بری خونه شخصی خودتو بگیری، منم $500 بابتش بهت کمک میکنم. اوکی خیلی مهم نیست، $500 الان پول دارم زیاد. یکی از بچه‌ها یه کاری کرده بود، اینجا اومده بود بازی کرده بود، انگار همه پولاشو باخته بود، بعد به من میگفتش که باعث شدی به خاک سیاه بشینم. ببینید من اول پارت قبلی هم گفتم که این داستان ریسکش خیلی بالاه بچه‌ها. خیلی هم بالا نیست حالا، ولی بالا احتمالش هست که شما صفرم بشید. شما اول باید یه پول خوب دستتون باشه، کاراتونو باهاش انجام داده باشین، بعد بیاین حرکتو بزنید، چون احتمالش هم هست که نتونید ببرید و تمام پولتون رو از دست بدید. خب اول از همه من برم یه سر به OBS هم بزنم ببینم اینجا چه خبره. به به، کیفیت وبکم چقدر عالی شده. این همون چیزیه که آریا کوکسر تو ویدیوش بهم میگفت، اون دنبال اینه. منم ایشالله تا هفته دیگه همین کار رو دقیقا میکنم. خب بیفور استریم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. چت بات نمیتونیم بخریم فعلا، این کارو میتونم انجام بدم. $300 میدم، 30 تا ویور میگیرم، 100 تا فالوور میگیرم با این داستانا. خب ask for boost هم میتونم بزنم، نه اینم نمیتونم بکنم. before stream که اینجوری بود. extensions هم اینا رو میتونم یه لول دیگه همشون رو ببرم بالا. اینجا بهم گفته بود که تو کارهایی که بعد انجام بدم یکی اینا رو هم بعد آپگرید میکرد. stream setting هم که وبکم هم زاویهش نسبتا خوبه. hello world just chatting هم که بیشتر نمیتونیم انجام بدیم. بریم ببینیم چه خبر اینجا. خب 30 تا ویور دارم، 3 تا فالوور دارم، سابسکرایبر ندارم هنوز، 12 تا هم آپشن دارم. خب یه ذره ویدیو با بچه‌ها تماشا می‌کنیم. 5 تا ویور دیگه گرفتم. دیگه چیکار کنیم؟ راجع به اخبار روز صحبت می‌کنیم. ویورام شد 40 تا. راجع به مشکلاتم و اینا هم نمی‌خوام خیلی با بچه‌ها صحبت کنم. سابسکرایبر دی می‌گیرم. میگه بچه‌ها خیلی چت رو دوست دارن. چجوری می‌تونیم چت می‌کنیم یه ذره با هم؟ چت واس تو بورینگ، چت کردنت خیلی بیمزه است. حوصله سربره. ریموو آل بنز، بنا رو در میارم. دیگه چیکار کنیم؟ یه حرکتی اینجا میکردم قبلا بند میشدم به دفعه 3 روز، نمیخوام اصلا اون اتفاق بیفته. این کارم میتونم بکنم، ذره بدی نیست. فعلا حیف که نمیشه بازی کرد، اگه میتونستیم بازی کنیم خیلی خوب میشد. یه ذره دیگه با بچه‌ها ویدیو ببینیم. 3 تا آپشن دیگه دارم فعلا، هنوز 3 تا حرکت دیگه میتونم بکنم. با مودریتور صحبت میکنیم یه ذره، بازم اتفاق خاصی نمیفته. سابسکرایبر مود میکنیم،
بازم اتفاق خاصی نیفتاد. نمیدونم اینا هنوز دقیقاً داستانش چیه. یکم راجع به اخبار روزم صحبت میکنم. بازم اتفاق خاصی نمیفته. یکم دیگه هم با بچه‌ها چت میکنم و یه دونه آپشن دیگه هنوز باقی مونده. چیو نشون بدم بهشون؟ نمیخوام راجع به مشکلاتم این حرکتا رو بزنم و اینا. یکم راجع به قوانین صحبت میکنم. چی میگه؟ یه سابسکرایبر، یه فالوور دونیت نشدم. هیچ اتفاقی نیفتاد. خب یه موزیک دیگه بذارم بریم دیگه خونه رو بگیریم. حالا از تو ESP بود فکر کنم. ESP هم که خونه نیست که. این چیه؟ حتی تورنومنت، تو تورنومنت میتونیم جوین بشیم اینجا. اینو من نمیخوام. این چی؟ این هم که ماشینه. میتونیم یه ماشین هم بگیریم فعلا، ولی خیلی بهش نیاز ندارم. اونم ولش کن. یه چیزی مونده هنوز اینجا. این خونه انگار هنوز نیومده. میتونم لباسم عوض کنم. دریم جابز هم که فعلا سر کار نمیتونم. چرا میتونم برم سر کار؟ میتونم برم. لونم هم که پرداخت کردم و بدهی هم نداریم. میتونم یه وام دیگه هم بگیرم، یه وام 9000 تایی دیگه میگیرم. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون. اعتبار داشته باشید توی گیم. اینجوری میشه، همینجوری 9000 دلار یه دفعه بهت وام میدم. این چیه؟ آها، وسترن استیت. از اینجا میتونیم خونه بگیریم. یه خونه ویلایی بدی نیست، یه حیات کوچیک جلوشه و سرسبز و ترتمیز و نقلی و اینا، بدم نمیاد ازش. 2000 دلار هم هست. این 5000 دلاره. اینم کوچولو موچولو و جمع و جور، ولی مثل این که محلش بهتره یه ذره از اون یکی. اینجا میریم توی آپارتمان و کامفورت هاوس و 15000 دلار و اینا که هیچ. بین این 2000 دلاری و 5000 دلاری یکی شما میخوام انتخاب کنم. من نمیدونم چرا این خیلی قدیمیه به نظرم، ولی حس میکنم باحالتر خونش. ولی مثلا یه جای پایین شهر تو رو اینا فکر کنم. 5000 دلاری رو میگیرم. دیتیلش چیه؟ میگه که میتونی اینجا رو اجاره کنی، روزی 100 دلار باید بدی. میتونی بخریشم. من میخرمش دیگه. خیلی ممنون. چه خراب شده ایه این، ولی این چیه؟ 5000 دلار پول چی دادی؟ اینجا دیگه کجاست؟ خب من میخوام برم الان خونه وسایل رو بیارم. وسیله هم چی میشه اون وقت؟ الان تو اینونتوریم. آها، وسایل هم اومده. خب این که خیلی کوچیکه. اصلا وسایل هم این تو جا نمیشه. چه اشتباهی کردم و این چی بود خریدم من؟ اشکال نداره دیگه، حالا یه مدتی رو اینجا سر میکنیم و ببینیم چی کار میتونیم بکنیم دیگه. این در و دیوار درب و داغونش هم باید با پوستر یه جوری بپوشونیم فکر کنم. این پوسترها رو فعلا از اینجا شروع میکنم به زدن. برعکسه، این چه بازی بوده من خریدم؟ فکر نکنم مثلا من این بازی رو خریده باشم. باز هرچی باشه از اون گاراژ بابایی که بهتره دیگه، دقیقا کسی کاری به کارمون نداره. این تابلو فوق‌العاده حرفه‌ایمون هم میزنم اینجا، میزم و بذارم اینجا، تمومه، کل اتاق پر شده. این یکی رو میخوام بزنم بالا سر میزم، نمیخوام بذارمش اون بره. با این حال میکنم. تنها پوستری که تو این گیم باش حال کردم این پوستر پرزیدنت دویل بود. اینم میذارم اینجا دیگه. باید از اول یه جوری بچینم که نخواد هی تغییرش بدم دیگه. ولی چه خونه آشغالی گرفتم انصافا. 5000 دلار بود آخه، چرا این کارو کرد با من؟ چه پوسترها رو برعکس در میاره. حالا این دونه دونه من همه رو باید بچرخونم. فکر کردی من وقت اضافه دارم بچه جون؟ کلی کار دارم اینجا. صندلیمو فعلا میذارم روی پله ها که بقیه کجا رفت. اوه اوه، بیا اینجا ببینم. نری خارج از دسترس تو، کلی پولته، اندازه پول خونه است. میزمو میذارمش اینجا به همون شکلی که اون موقع گذاشته بودم. صافه دیگه. نه میزمو میذارم اینجا، فکر کنم صاف باشه. آره اوکی اوکی. بعد این مانیتور دوم میخواستم باشه، میذارمش اینجا فعلا. چقدر وسیله آوردم با خودم. اینا رو باید حالا همینجوری بذارم رو میز تا بعدم بیام درست بچینمشون دیگه. اینم مثبتم، موس و کیبوردم و اینا فکر کنم توی جعبه دیگه است. این چیه؟ موسم میذارم همینجا. کیبورد حرفه‌ای. من وسایل استریمم 3 برابر پول خونه است پولش. میکروفونم، اینا رو حالا مرتبشون میکنم قشنگ. فعلا بچینم همینجوری رو. درسته دیگه، برعکس که نیست. این هم از این وریه. هدفون، مودمم، مودمه رو میذارم همینجا باشه. اینجا میخوام مانیتور رو بذارم. مودمه رو میذارمشون گوشه فعلا. کیس کامپیوترم هم میخوام اون زیر رو میشه بذارم.
به به چرا اینجا بهتره، میذارمشون پایین. اوه اینا رو هم دونه دونه باید بکشم بیرون من الان. اینا رو هم میذاریم اینجا، همه رو خیلی مرتب و شیک. خدا کنه اون مبله و کموده و اینا جا بشه فقط توی خونه، فکر نمی کنم اون مبله به اون بزرگی اینجا جا بشه. این هم یکی دیگه از جواب. بعدی گیما رو هم میذارم فعلا این پایین. اون یکی مانیتورم، این مانیتور اصلیه، این میخوام مانیتور اولم باشه اینجا، اینو میذارمش اینجا. اون یکی مانیتور کوچولوه، اینو کاش میشد بزنی به دیوار، اگه میشد بزنی به دیوار خیلی باحال میشد. اشکال نداره دیگه، نمیشه دیگه چیکار کنم. اینم فعلا میذارمش اینور تا بعد قشنگ بیام بچینمشون. این یکی گیم، 5 6 تا هم گیم دارم. اینم این یکی، این یکی، همین جوری یکی گیم. پوستراش هم همه رو تقریبا چسبوندم یا موندن. فرشه رو فعلا میزنم به دیوار، آویزونش میکنم، میزم هم فعلا باید بذارم اینجا روی پله متاسفانه، و آباجور روی میز که میذارم روی خودش. چقدر مونده؟ دو تا جعبه دیگه مونده. اینم خالیشو کنیم. کمدم، خب کمده رو اگه بتونم بذارم اون زیر عالی میشه. آره میذارمش زیر پله، میذارم اینجا کمد. بعد وسایلو میچینم همه‌شو توی کمد. اینا رو هم میذارم از همین الان اون تو. گیمر هم میذارم پیش بقیه گیما. چی وسایل من اونجوری به هم ریخته جمع کرده؟ خب اینم دکوراسیون فوق‌العاده خوشگلم، با این خیلی حال میکنم. اینو میذارمش این بغل باشه جلو چشم. او این مبلرم فعلا میذاریمش یه جایی که بعدا جاشو درست کنم. فعلا میذارمش اینجا، بعد اونو وردارم اونا رو اونجا، بعد جاشو درست کنم. اینا رو فعلا همجوری میذارم رو هم. خب اینم میچسبونم بغل این یکی ها. این نقلی خب خوبیش الان میدونید چیه، خونه خیلی آشغاله ولی خب مال خودمه دیگه، هرچی هست ویلایی هم هست، هیچ حرفی نمیتونه دیگه بهم بزنه. پسترارم این کل این دیوارا رو که من پوستر میکنم، نمیذارم این چهره بیریخت اینجا باقی بمونه زیاد، از بین میبرم این حالت دیوارو. این چه باحال میشه. یه دونه جعبه دیگه بیشتر نمونده، اینم در می یه دونه پوستر توش بود همین. آره یه دونه پوستر یه جعبه برداشتی آوردی، نمیشه تا کنی اونو بسری تو جیبت. خب این از این. حالا چیکار کنیم؟ حالا من اینا رو همه رو باید بردارم بذارم تو اینونتوری دوباره، بعد بیام بچینمشون تو این کمدم. از اول این مبله رو برش دارم، اینو بذارمش اینجا لحظه، این مبله رو به این صورت یکم کچتر جا خیلی نگیره. این مبله رو اینجوری میذارم اینجا. فرشرم بیا عزیزم نترس، میذارم اینجا. خوبه جا میشه همه شما که بازم تازه جا دارم. میذارم اینجا. این یکی صندلی هرم میتونم بذارم این بغل این شکلی، خیلی شیک و خلوت و ساده. خونه اولین خونه یه دونه استریمر تازه کار دیگه، خیلی توقع نداشته باشید ازش. خب اینم از این. صندلی عزیزم، از همه چی مهمتره این صندلی، من میذارم اینجا. حالا این چیزایی که گذاشتم تو اینونتوری رو باید در بیارم دوباره همه رو بذارم توی کمد. خب ببینم پیسیم چه خبره. اینستال بست پارتس، همه چی لول 2 اوکی. مانیتور 1 2 3 تا مانیتور بیشتر نمیشد بذاری متاسفانه دیگه. SSD هم ندارم، همه چی وصله. فقط ببینم که کدوم مانیتور رو روشنن. اون 3 تا. خب پس یه کاری میکنیم، اینو بر میدارم میذارمش اینجا. بذار از این صندلیه رو یه بار دیگه من جا بجاش کنم بذارم اون، و از مانیتور اصلیم شروع کنم که اینه. چرا اونوری برمیداری؟ اینو میذارمش دقیق وسط وسط. وبکم هم جو... نه 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 نه، اینو اصلا دست بهش نزن که بعد به هم میریزه همه چی. اینو میذارم اینجا سر جاش. چیو میخواستم؟ وبکمو. وبکم رو یه میذارم گوشه تر که جلو دیدمو نگیره. این مانیتور رو به صورت حرفه‌ای میذارم کنار این یکی، اینو میکنمش مانیتور دومم. این یکی مانیتورم هست، خیلی مهم نیستین، ولی اینم میذاریمش این بغل، میذارم اینجا. این یکی رو حالا میخوام چیکار اصلا، این دیگه جا نمیشه اصلا اینجا. اینو میذارم واسه مهمونا مثلا،
اینو میذارمش روی میزه، اگه بچه خواستن یه چیزی ببینن اینجا تماشا کنم، ولی جای مانیتورا رو باید با هم دیگه عوض کنم دیگه. مانیتور سوم باید یه مانیتور دیگه بشه، این باید بشه، درسته؟ روشن کن ببینم کدوم اینو بهتره. این فکر کنم بهتره، من اینو میارمش بیرون اینجا، اینو میذارم اینجا، اینو میبرم اون بر. این مانیتور بهتری بود از اون دومین مانیتوری بود که کلن خریدمش. اینم میذاریم اینجا، اینم باشه برای مهمونای عزیز که میان. اینو با جوره رو همه جا میذاریم دیگه، حالا میذارمش اینجا فعلا. روشن نمیشه؟ چرا؟ روشن هم میشه، بازیش خیلی باحاله بچه‌ها، خیلی واقعی همه چی. خب خونم فعلا به این شکل در اومد، این فقط جاش خوب نیست اصلا، دیگه فعلا کاری نمیشه کرد، من اینکه برم یه سری چیز میزه دیگه هم بخرم براش بیام. بچه‌ها مرسی که ویدیو منو تماشا کردید، امیدوارم که از این پارتش هم خوشتون اومده باشه. من اینجا رو به خونه خیلی خفن کوچولو موچولو نقلی تبدیلش میکنم حتما. لطفا اگه ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش بکنید، و اگه جدید هستید و ویدیو منو دارید تماشا میکنید حتما 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 منو سابسکرایب کنید. خیلی مراقب خودتون باشید، خداحافظ.